بسم الله الرحمن الرحیم. عرض شد که رحمت از اسماء ذاتی، از اسماء اولی و از اسماء کمالی است که در رحمت جمال و جلال وجود داره و جمالش میشه اسم اولی و جلالش همون غضب میشه اسم ثانی، که در تمام موجودات و ظهورات و وجودات سعه داره، وسعت کل شیء اطلاق داره و با ملاحظه حکمت و عدالت و همینطور غفران و رحمت و اینها همراهه. به اسم جلال در ظرف رحمت که میرسیم، در واقع اسم جلال که غضب یکی از اسماء جلالی است، حکم دارو و دوا برای مریض رو داره. پس رحمت همونطور که در قرآن کریم بود، در غیر ظرف فساد رحمت الهی وجود داره که اسم فاعلش قهرن میشه رحیم، رحیم مبالغه میشه و رحما جمع میشه، اشداء و علل کفار رحما و بینهم، یا انما یرحم الله من عباده رحما، خداوند مرحمت داره نسبت به بندگانی که رحمت دارن. پس رحمت وسعت کل شیء، رحمت قرب به تمام موجودات هم داره و رأفت داره. تمام صفات کمال در ظرف رحمت هست، گرچه معنای رحمت با رأفت و عرض کنم نعمت و لطف و امتنان و احسان فرق داره. بله، دیگه ان نفس الامارتون به سوء الا ما رحم ربی، نفس اماره به سوء، رحمه که میاد با حکمت و عدالت اینها که میاد دیگه اماره نمیشه رحمت، یعنی فساد رو نمیاره. وسعت کل شیء هست، ولی این وسعت کل شیء در ظرف حکمت و عدالت و موزون، در واقع دیگه تخریب نیست در واقع، مگر مقتضای حکمت باشه. بذار وقتی میفرماید اینه نفس لعمارتون به سو الا ما رحمه که میاد، رحمه که میاد دیگه عمارتون به سو نی، گرچه در رحمان ممکنه تمام اینها بیاد. لذا می گفتیم که رحمان اسم خاصه ولی موردش عامه، یعنی ممکنه تمام چیز رو در بر بگیره. رحیم اسم عامه، موردش خاصه، یه فساد و اینها رو نمیگیره، چون مقتضای حکمت کار میکنه، مقتضای عدالت اینطوره. حالا رحمت به معنای قرابت نیست. در کتاب‌های لغت که وارد میشیم، رحمت رو با قرابت و با لطف و با عرض کنم که رقت و رغبت اینها رو در واقع به لحاظ اطلاقات یه معنا گرفتن، به حالی که اینطوری
قرابت رو رحمت میگن، از باب اینکه در قرابت یک نزدیکی وجود داره. پس بنابراین چون نزدیکه بهش رحمت میگه، ولی معنای رحمت به معنای قرابت نیست. ولا نزدیکی با رحیم و رحمت فرق داره، گرچه رحمت قرابت رو هم داره. در واقع وقتی میگیم رحمت با قرابت ملازمه داره، مقابل قرابت چیه؟ اجنبی. وقتی میگید قریبه، در مقابل قریب میشه بعید، اجنبی. مقابل عرض کنم رحمت در واقع دوری، بعده، که قرابت در ظرف رحمت قرار داره. حالا رحم رو هم که قرابت میگن به اعتبار نزدیکی است، نزدیکترین افراد یا نزدیکی این طفل به رحم. رحم رو هم که رحم میگن به اعتبار قرب و قرابتی که به این طفل داره. پس بنابراین ملازمه داشتن با یه معنایی و قرب به یک صفتی دلیل این نیست که معنای اون دو واژه یکی باشه. حالا در ظرف رحمت انعام هم هست، ولی انعام بر محتاجه. خداوند وسعت کل شیء، چون کل شیء به خداوند وابستن، به خلاف نعمت. نعمت میتونه که ما رحمته، ولی نعمت میتونه که به غیر محتاج باشه. صراط الذین انعمت علیهم، خدا انعام کرده، ولی اونا احتیاج در ظرف انعام نیست. ولی رحمت در ظرف نیازه در واقع، ولی انعام اینطور نیست. پس نعمت این هم قریب رحمته، ولی نعمت موضوعش احتیاج نیست، ولی رحمت موضوعش احتیاج، به این معنا که رحمت بیشه اساسی، در واقع اسکلت شیء رو رحمت میسازه و نعمت این گونه نیست. در واقع با احسان همراه، با لطف همراه انعام، ولی رحمت الزام رو داره.